سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. خیلی ممنون که دوباره با من همراه هستین. نمیدونم واقعا چجوری ازتون تشکر کنم، از اینکه وقت عزیزتون رو میذارین، وقتی که قیمتش طلاست و میشینین و به داستانهای پخمه که من براتون میخونم گوش میدی. خیلی خیلی ممنون. تا اونجای داستان رو شنیده بودیم که پخمه به عنوان زندانی دنبالدار اصلا از استانبول خارج میشه و بعد خلاصه به یه جایی میرسه که بنابرای داستانایی که حالا پیش میاد، عمو رجب فکر میکنه که این یک آلمانی تازه مسلمان شده هستش و اونو در خونش جا میده. شب اول داره در حال استراحت کردن هستن و پخمه میخواسته به دستشویی بری که ناگهان اشتباهی وارد اتاق عمو رجب و خانومش میشه و در همون موقع صدای جیغ بلندی هم بلند میشه. بریم ببینیم که این اتفاق چیه و این صدای جیغ از کجا اومده. ناگهان صدای جیغ وحشتناکی از اتاق پهلویی به هوا رفت و عمو رجب که مثل ببر تیر خورده ای از رخت خواب بلند شده بود تا شاید مغز منو داغون کنه و یا دندونامو بشکنه، فکر تنبیه کردن از سرش بیرون رفت. با دست محکم به سینم کوبید و منو از جلوی در کنار زد و به اتاق پهلویی که فریادهای بلند آسیه دخترش به گوش میرسید دوید. چته دختر احمق؟ دوز 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 اومده. کو دوز؟ تو راه رو بود، خودم دیدم. احمق، اون مهمونمون بوده. بعدها فهمیدم آسیه که همش مراقب من بوده مخصوصا این رول را بازی کرده. پس از چند لحظه عمو رجب عصبانی و ناراحت از اتاق بیرون اومد و با غیظ و خشم سر من داد کشید. باز چه مرگته؟ چرا راه افتادی؟ من بدون توجه به اینکه زبانشو میفهمم دست روی دلم زدم و ناله کردم. آخ آخ در هیزن آخ. خشم عمو رجب فرو نشست و در حالی که وارد اتاق میشد به زنش گفت. بیچاره، مثل اینکه غذاهای ما بهش نساخته و شکمش درد گرفته. زنش شروع به قرقر کرد. واه واه، تو هم برای ما بلای جون آوردی. ساکت ضعیفه، مهمون عزیز خداست، به خصوص اینکه ثوابش دلا پهناست. پاشو پاشو کمی آب نبات گرم براش درست کن. این زحمت خودت بکش، ثوابش هم خودت ببر. عمو رجب از اتاق بیرون اومد و در حالی که به اتاق اشاره میکرد گفت. شما لازم اتاق، الان من میام، شما برین اتاق. خب؟ از ناراحتی داشتم میترکیدم، باید میرفتم به دستشویی. داد کشیدم. من لازم توالت. حالا چه وقت؟ حالا چه وقت توالته؟ نرخر نصف شبی حواس توالت کردن افتاده. اینجا هم آسیه که معلوم بود پشت در به حرفای ما گوش میده به دادم رسید و با صدای بلند گفت. بابا میخواد بره مسترا. جون بکن، زبون بسته، من که نمیدونم تو چه غلطی میکنی. بعد به من اشاره کرد که به آخر باغ برم. زنشم از توی اتاق داد کشید. آفتابه رو نجس نکنه. نه بابا، مسلمون شده دیگه. وقتی حالم جا اومد و به اتاق برگشتم تازه متوجه صحنه پر از درخت و با صفای خونه عمو رجب شدم. عجب خونه، خوشبال اینا که همچین باقی دارن. توی اتاق فکرم آزاد شده بود و میبایست یه نقشه میکشیدم.
فکر میلیونر شدن از سرم بیرون رفته و فقط دلم میخواست بدون زحمت و ناراحتی از این دام خلاص بشم. بهترین راهی که به نظرم رسید این بود که از این خوراکی ها و پذیرایی ها صرف نظر کنم و صبح زود قبل از اینکه اهل خونه بیدار بشم از خواب فرار کنم و برم یه جای دیگه. نمیدونم چه وقت خوابم بود. با صدای نخراشیده یک خروس جنگی از خواب پریدم و از پنجره اتاق به افق نگاه کردم. سپیده صبح تازه دمیده بود. به سرعت لباسم رو پوشیدم و برای اینکه کسی متوجه من نشه با نوک پا از اتاق بیرون اومدم. همین که از پله ها سرازی شدم صدای جیغ آسیا مثل ناقوس مرد تو سرم تنین انداخت. بابا بابا آلمانیه داره میره، بابا بودو رفت تو کوچه. ترس از بلایی که در انتظارم بود سراسر تنم رو فرو گرفت. ای داد اگه گرفتار بشم چه خاکی تو سرم بریزم. قدمامو تندتر کردم. توی کوچه تک و توک آدمایی که به حمام یا به مسجد میرفتن دیده میشد. اگه میتونستم خودمو به خارج شهر برسونم بقیه کارا جور میشد. از پشت سر صدای عمو رجب به گوشم رسید. هی آقا. قدم هامو تندتر کردم. تقریبا دو به دو افتاده بودم. اما صدای عمو رجب هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می شد و فریادهاش بیشتر اوج بگیره. لابد اون هم داشت دنبالم می دوید و مرتب داد می زد. رفیق، هی برادر، برادر دینی، کجا میری؟ یواش برو، نفسم گرفت. ساب کن ببینم آلمانی. کم کم مردم داشتن متوجه ما می شدن. خیال برم داشت که شاید عمو رجب خیال می کنه که نکنه من چیزی از خونش دزدیدم. اگه وای می سادم یه عیب داشت، اگرم فرار می کردم یه عیب دیگه داشت. خدایا چی کار کنم؟ تکلیفم چیه؟ وقتی از سربالای پایین اومدم و چشمم به مسجد افتاد فکر خوبی به سرم افتاد. رفتم داخل شبستان و پهلوی شیر آب ایستادم و مشغول وضو گرفتن شدم. عمو رجب که نفس نفس میزد و پشت سرم میدوید از این که متوجه شد برای نماز خوندن عجله داشتم خنده بلندی کرد و گفت بابا جان میخواستی بگی که برای نماز میایی؟ تو ما را ترساندی؟ بعد با خودش شروع به حرف زدن کرد و گفت گرچه بیچاره زبان که بلد نیست. من مشغول کار خودم بودم. عمو رجب دو سه بار آهسته دستشو به پشت من زد. مرحبا، آفرین، چه نوری به قلب این آلمانی تابیده که از ما هم مسلمان تر شده و نمازشو اول صبح میخونه. عمو رجب اینقدر توی مسجد موند تا نمازی که من با وعظ فضیحت باری میخوندم تموم شد. بعد بازوی منو گرفت و به خونهش برگردم. فهمیدم به این آسونیا نمیتونم از این خونه فرار کنم. اما تکلیفم چیه؟ نمیدونستم. خودم را به دست سرنوشت سپردم و تسلیم حوادث شدم. چند ساعت بعد حضرت آقا با 5-6 نفر دیگه تشریف آوردن. آقا جملاتی به عربی گفت و من تکرار کردم و با ادای شهادت رسماً به دین مبین اسلام در آمدم. البته برای دومین باری بود که مسلمان شدم. حضرت آقا پرسید اسمت چیه؟ خودم رو به نفهمی زدم و حضرت آقا به حضار فرمود یکی تان زود برود و معلم فرانسه مدرسه را بیاورد. بعد از چند دقیقه معلم فرانسه آمد. انگار او هم همه چیز رو فهمیده بود. سوال کرد برادر دینی ما اینه؟ حضرت آقا جواب داد
بله، با ایشان صحبت کنید و ببینید کیست و از کجا آمده. معلم فرانسه گفت: اینها زبان فرانسه را نمی فهمن. دانستم که فرانسه صحبت کردن یارو هم مثل آلمانی حرف زدن منه. خوشبختانه من تو مدرسه کمی هم فرانسه یاد گرفته بودم. جناب معلم با تردید پیش اومد و گفت: پارله فرانسه؟ من گفتم وی. گویا او خواست از من بپرسه که اسمت چیه، ولی اشتباهی پرسی کولرو تورنومرو، یعنی نمرت چیه. من خندیدم و خودشم متوجه شد و گفت: پارله. بعد پرسید: اسمت چیه؟ جواب دادم: کارول. یارو روشو به طرف حضرت آقا کرد و گفت: همونطور که گفتین، این آقا از دانشمندان بزرگ دنیاست و میگه من ادیان مختلف را تحقیق کردم و پی بردم که اسلام از همه بهتره. ما فقط دو جمله با هم صحبت کرده بودیم و این آقا داشت این همه شرح و تفسیر به گفته های من اضافه میکرد. مردم ساده لوحی هم که اونجا بودن از تسلط معلم فرانسه تو این زبان مات و متحیر شده بودن. آفرین آقا معلم، چقدر خوب صحبت میکنه، احسن به این سوار. یکی از آدم هزار که آدم فضولی بود پرسی: شما فقط دو کلمه با هم حرف زدین، چطور این همه معنی داشت؟ آقا معلم بدون اینکه به روی خودش بیاره جواب داد: این بسته به فراست و عقل خود آدمه. زبان فرانسه مثل زبان ما نیست که اینقدر طول و تفصیل داشته باشه، هر کلمهش کلی معنی داره. زبانهای خارجی مثل قالب صابون میمونه که یه تیکش یه عالم کف میکنه. من برای اینکه جلوی خندم رو بگیرم لبامو گاز گرفتم. معلم مدرسه که معلوم بود از اون ناقلاهای روزگاره، شروع به خوندن یکی از داستانهای کوتاهی که در کتابهای کلاس دوم فرانسه چاپ شده بود کرد و مثل بلبل اونو میخوند. جان کیفش رو برداشت و مادرش رو بوسید و به مدرسه رفت. جانت هم که همسایگی که آنها بود توی راه به همدیگه برخوردن و سرگرم گفتگو و بازی شدن. وقتی به مدرسه رسیدن زنگ کلاس زده شده بود. بعد از هر جمله هم مکسیم کرد و نگاهی به صورت من میانداخت و من هم برای اینکه گند قضیه بیشتر در نیاد سرمو تکان میدادم و مرتب میگفتم: یا یا موسیو موسیو یا. وقتی داستان تمام شد و چنته آقا معلم خالی گردید، روش کرد به حضار و گفت: شنیدید؟ برادر شما زبان این فرنگی ها را خیلی خوب حرف میزنه. بله، من یه دفعه با یه فرانسوی صحبت کردم، یارو حظ کرد و حتی خود فرانسوی ها هم نمیتونن با من مسابقه بدن. کسی میتونه با من حرف بزنه که زبان فرانسهش تکمیل باشه. این شخص آلمانیه، خوب نمیفهمه فرانسه رو و نمیشه باش حرف بزنه. حضرت آقا حرفای معلم رو تصدیق کرد و گفت: خب حالا اصلا اسم این خارجی چیست؟ اسمش کاروله. بسیار خوب، پس ما میتوانیم او را کامل بگذاریم. همه حضار به درک و فراست و هوش جناب آقا آفرین گفتن و بنده هم به اسم جدید کامل ملقب شدم. پس از انجام این مراسم دوباره سور و سات و شیرینی خوری برقرار شد و بشخواب های پر از شیرینی و مرباجات و غذاهای مختلف را توی مجلس آوردن. من هم مهمان تور که در صدر مجلس بغل دست آقا نشسته بودم به فکر فرو رفته بودم. چرا این همه مسلمان و برادر دینی توی مملکت ما ریخته و هیچ کس به آنها کوچکترین توجهی نمی کنه؟ اما برای من که به خیال خودشون خارجی هستم و تازه مسلمان شدم، این همه بیدری خرج می کنن و جلسات و مهمونی و سروسات را می نازه. خدا کنه این خبر به گوش مردم فقیر و بیچیز کشورهای خارجی نرسه
و الا سیل مهاجرای خارجی گداست که به کشور ما سرازیر میشه و صادرات جدیدی و تجارت و اقتصاد فقیر ما رو فقیرتر میکنه. اون وقت فقیرترین فرد کشور ما هم شلوارش رو در میاره و به پای اون تازه مسلمون خارجی میکنه. خیلی تعجب میکنم که چطور تا به حال فرنگی ها به این فکر نیفتادن که بیان و مسلمون بشن و این همه استفاده ببرن. اگه بگیم از قضیه خبر ندارن که درست نیست. آخه بارها شنیدیم و دیدیم که هر وقت یکی از ما توی صندوقچه منزلش یه حرف پنهانی به زن و بچهش میزنه، دو سه روز بعد از اون رادیو خبرگزاری ها اونو تو بوق و کرنا میکنن. لابد یه دلیل مهمی داره که ما تا حالا از اون خبر نداشتیم. خلاصه عمو رجب تمام کار و کاسبیشو گذاشت و فقط به من خدمت میکرد. بهترین لباسها رو برام تهیه میکرد، بهترین غذاها رو برام آماده میکرد، تمام شب و روز یا خودش یا دخترش آستیه مواظب و مراقب من بود. من هم از اون حرارت و جدیت سابق افتاده و راستش قلبا نه راضی بودم نه میتونستم از اون خونه خارج بشم. از یک طرف راه فرار برون بسته بود، از طرف دیگه گلوم پیش آسیه سخت گیر کرده بود. خواهش میکنم حرف منو تعبیر بد نکنی. علاقه من یه عشق خالص و رمانتیک بود، چون هر دو میدونستیم که موقعیت برای ازدواج ما مناسبه، پس بنابراین اشکالی در ادامه این دوستی هم نمیدیدیم. عمو رجب هم که از نگاهش و رفتارش معلوم بود که علاقه داره مرا به دامادیش مفتخر کنه و به همین دلیل هم در ختنه کردن من عجله داشت. اون روز هم پس از خوردن شیرینی مجدداً موضوع را تکرار کرد و قرار شد فردا مراسم ختنه سرون به عمل بیاد. خدایا خودت منو از شر این کار حفظ کن. فردای اون روز خودم رو به ناخوشی زدم. عمو رجب دکتر رو برد و آسیه و مادرشم که منو دوماد رسمی خودش خونه خودشون میدونستن بدون هیچ رو درواسی شروع به پرستاری از من کردن. خدا ذلیل کنه آسیه رو، هر وقت که چشم به چشماش میافتاد چهار ستون بدنم میلرزید. واه که چه چشمایی، چه پوست لطیفی، مثل برگ گل میمونه. موهای طلایی رنگش عینه و ابریشم خالص بود. وقتی هم که زیر چشی به من نگاه میکرد و قیافه دخترهای خجالتی به خودش میگرفت و لبای قنچه‌ای تر میکرد، انقدر دوست داشتنی میشد که آدم بی اختیار میخواست بپره و گازش بگیره. باور کنید اگه به خاطر آسیه نبود یه دقیقه هم تو اون خونه لعنتی نمیموندم. اما همین عشق بی پدر بود که من رو تو اونجا پایبند کرد و باعث بدبختیم شد. لحظه به لحظه علاقم به این غزل وحشی زیاد و زیادتر می شد. هر کاری می کردم عشق اونو از سر بیرون کنم نمی شد که نمی شد. راست گفتن که عشقم یه نوع مرضه، من دوچاره این مرض شده بودم. تسلیم سرنوشت شدم و اراده گردش زندگی را به دست تقدیر سپردم. هرچه بادا باد، با آسیه ازدواج میکنم، صاحب 5-6 تا بچه میشیم، یه زندگی آبرومندی رو تشکیل میدیم، بعد از 7-8 سالم سابقه زندانی من پاک میشه، دست زن و بچه‌مو میگیرم و میریم استانبول، اونجا شروع میکنیم به زندگی. چه خیالات شیرینی را تو سر میپرورنم. هیهات. چند روزی گذشت و من بیش از این نمیتونستم تظاهر به ناخوشی کنم. آخه نه تب داشتم نه رنگم پریده بود. خلاصه هرچی دکترها زیر و روی تن منو نگاه میکردند و داخل و خارج منو آزمایش میکردند کوچکترین اثری از بیماری نمیدیدم. بدبختی هم اینجا بود که این بیماری دروغی من نه تنها کمکی به حال من نکرد بلکه وضع بدتر شد و عمو رجبم تصمیم گرفت مجلس ختنه سوران مفصلی برای من بگیره. حتی کارت‌های جشن را هم چاپ کردند و تاریخ قطعی اون را هم تعیین کردند و استاد ختنه‌کن را هم خبر کردند.
این استاد در آن شهر کوچک همه کاره بود. سلمونی داشت، حجامت میکرد، کارهای معامله املاک انجام میداد، گاهی اوقات هم صیغه عقد جاری میکرد. و حالا همه منتظر جشن ختم سوران بودن. خب دوستای عزیزم، خستتون نکنم، بذاریم که جشنشون رو ببینیم که چجوری به کجا میرسه و اصلا پخمه تن به این کار میده یا نه، توی قسمت بعدی براتون میخونم. اگر داستان رو دوست داشتین لایک بزنین، برام کامنت بذارین، بهم حس بزنین که اتفاق بعدی چه خواهد بود، چون هر دفعه یه اتفاق جدیدی میافته. و خیلی ممنون از اینکه سابسکرایب کنین و منو حمایت کنین. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشین، خدا نگهدار.